سلام آقای حسین. سلام. اصلا فکرش نمی‌کردم بیای. من به خاطر مادرت اومدم. دفعه پیش شما به من سفارش بابتون رو کردین، من احمق کار خودم کردم. خطا کردم پدر. ولی کارت قرمزشو گرفتم. شما به بزرگی خود مرا ببخش. سرتون چی شده؟ کتک خوردم. کتک خوردی؟ چه جارت کردی؟ راست برو سر اصل موضوع. دنبال یه مرد میگشتم باشه حرف بزنم. هرچی فکر کردم دیدم تو این شهر بهتر از شما کسی رو سراغ ندارم. کسی هم دیگه دور برم نمونده. چمی حرفایی که میخوام بهتون بزنم و شما بهتر میفهمید. بالاخره ورزش حرفه‌ای کردین. با گند و کثافت کاری یه عده که از روی ورزش نون میخورن آشنایی. من خیلی وقته که دیگه ورزش کار نمیکنم. به لحاظ اخلاقی ورزش اون موقع با الان کلی توفیر دارد. این درست، ولی یه چیزایی تو ورزش همیشه بوده و هست. هر جا مسابقه بوده گابنی هم بوده، هر جایی که برده یکی باخته. رفاقت، نقابت، حسادت، پول، اینا همیشه بوده. طوری شده؟ آبروم داداشه، آبروم. من دارم یه بیشتر تو بدبختی فرو میرم. بهترین سالای فوتبالم از دستم رفت. زنم داره از دستم میره. زندگیم تو این هیری بیری نامردی هم پیدا شده. میخوادم این 2000 آبروی باقی مونده مارم بده به باد. تو رو به روح داشت اینا که بهت میگن بین خودمون بمونه. توی مادر رسانه ها یه جوری راجب قضیه مشهور رو پروخ کردن، انگار عجیب فساد و کسافت کاری تو فوتبال هست زیر سر مهران سارنگ و 4 تا فوتبالیست بدبخت دیگه هست. انگار نمیبینن چطوری که باید واسه من و همسال من الگو باشن. پخش زنده جلوی دوربین از پشت تلفن میافتن به جون هم دیگه. 8-9 سال پیش وقتی من تو نوجوانم بودم، یه آقای به اسم گرکانی هر روز میومد سر زمین. ما هم یه موش جوون شر و شور که همه عشقمون این بود بشیم پرویز مظلومی و امیر قلعه‌نویی و علی دایی و علی کریمی. خیلی ها بودن، اما من و مجید روشنی و محسن خادمی یه دونه بودیم. اینکه یه روز این آقای گرکانی اومد سراغ من، گفت میخوام واسه قرار داد ببندم لیگ یک. کلی زخ کردن، باورم نمیشد. یه افتاده بودم تو اصل دیگه. خودشم قرار داده بزن بدست. اولش فصل مربیه با مشکل داشت، بازی نمیدونم همجوری این میشون من رو نیم کرد. تا اینکه یه روزی دیدم دقیقه 60 تماشاش یه دارم میان مهرانه مرگ اون یه ساره. مهران ساره. حالا سر هفتم دوزن خوب هم بازی کردم. 20 دقیقه سگ دویدم. هفته بعدش عکسم خورد رو مجله. 10 تا از اون مجله خریدم. یکی به خواله، یکی به ماما، بقال یه سر کوچه. یه نکنی از من یه سری عکس داره. دلم نمیخواد بیفته دست زنم. عکس چطور عکسی؟
5 6 سال پیش این مردی که منو با یکی آشنا کرده بود. مدلش اینجوریه، مهمونی میگیره مهمونی میده، برو بیا بگی ببن دوسته مهمونی. من عکس دارم تو همشون یادم میزنم کدومشه. یه عکس های سریاش تو وضعیت خوب نیست آقای موسی. میگیری چی میگه؟ دلم نمیخواد خدای نکرده مادرم زنم یه اصلا بره تو اینترنت خدای نکرده بیچاره میشه. همین چطور میتونی عکس رو بگیرد از بیاد بیرون؟ من بدبختم آقا. میشنوی چی میگم؟ مهمون داریم؟ داشتیم. کی؟ مادر قاتل اومده؟ نه نیومده. کی بوده؟ جارمونو گرفته؟ حالت شما؟ حالت من؟ کدوم آشون؟ از وقتی زنن مردست هیچ کدومشون نیومدن شاخ بزنن سر پیش کش. داداشی خودم میگم حالت تازتون مکن اون زن رو شوهر نشدیم. مگه قرار نیست بشیم آقا ملک منصور؟ مکن اونا نگفتی برای چی میخوای زن من بشیم دواهه؟ میگم راستشو میخوایم بدونی؟ بگو. اگه شما راستشو میخوای منم راستشو میگم. فقط دروغ دلنگ سر هم نکنی. پس شما بفهمین بشینین تا من براتون بگم. بگو. من
من میخوام خانم این خونه بشم. میخوام جا زنت بشینم و را برم و دستور بدم. چرا؟ برای اینکه زنت منو چزوند. یه دو سال قبل از مرگش استعبی برای آقا مسعود یه دختر نشون گرفته بود. استعبیم منو که مادم مرده و یتیم بودم نشونش داد. یه دو بار تو همین خونه بین همین درخت ها منو واداشت حرف زدن و را رفتن و خندیدن. سر آخرم پسندید. بعدم که قرار کردن یه روز بیا خونه ما، من و آباجیام مثل دومن آتیش گرفته ها همه طرف می دویدیم و برای خونمون پتو و ملاف و پشتی و جور چیزا از همسایا قرض می کردیم و خونه قالقاتیمونو تمیز می کردیم. هرچی پول داشتیم دادیم گزه آرتی و پولکی لیمو ترش و بادو منقا و گردو پوست پیازی خریدیم و نشستیم منتظر. یادم است اون روز قد یه سال از در حیاط سر کشیدم تو کوچه. وقتی در خونمون صدا کرد هممون دویدیم، اما من زودتر رسیدم. زنتو دیدم، سلامش کردم، بو کشید، از در حیاط سر پا توی خونمونو چش چرخوند و میدونی چی گفت؟ چی گفت؟ گفت صحبی نه، مرغ ما خونه اینا نیست، برو تا بری. حتی پا تو خونه ما نذاشت. از دم در برگشت دل منو سوزون. فرداش من تو عالم دختری و نوجوانی یه نامه با خط قشنگ نستعلیق برای آقا مسعود نوشتم و دادمم یک براش آورد. دو روز بعدم زنتون دوباره من همینجا خواست، خیلی حرف زد، ثروت خودشو نداری ما گفت و نامه قشنگم و جلو چشای من با کبریت آتیش زد و خاکسترشم به باد داد. زن من همه این کار رو کرده؟ بله. خاطر جمع زن من بوده؟ خاطر جمع آقا ملک منصور. های از مورد انتقام بگیری؟ ها؟ کجا معلوم حرفای تو راسته درسته؟ آقا ملک منصور، شما یه مرد دنیا دیده ای؟ شما میتونی یه چشم آدم نشونی بگیری همه چی بفهمی؟ شما یه مرد دانایی آقا ملک منصور؟ اگه راستگو باشی به من میگی صحبی چرا از این خونه رفته؟ چرا هر شب فرهاد با چه تو پت میکنه؟ چرا هر روز خونه رو آب و جارو میکنی و با من حرف میزنی؟ چرا مشغول ولی نامورد کرده؟ چون پسرت فرهاد آقا. فرهاد آقا چی؟ ها؟ فرهاد آقا برای شما نقشی کشیده است. فرهاد؟ بله، فرهاد آقا با هم کرده است پس رو پیش روی خودش. بعد اینکه آقا مسعود به رحمت خدا رفت دنگو دسته کردم من رو پول دیگه شروع شد. اونم همش به فکر این آقا فرهاد. به زنه گفته براش رنگ ریزی بخرد، زنه دم گفته به چشم. همون وقت تو چرا نقششون ریختی رو آب؟ آقا ملک منصور
وقتی آرزوم اینست که زن شما بشم، پس نباید فرمونید کسی دیگه ببرم جز دلم. ای آقا ملک منصور چی شدی؟ تون به تون شده آیا عبو دوبه پدرتونه برمیارم. آقا ملک منصور چی شدی؟ آقا اینجوری شدی؟ همین الان تلفن رو برمیداری به فرهاد زنگ میزنی میگه تیتراتون خلاص شد، حج بهزاد شاروخ هم به جور بهشون تلفن کن، تایی بابا فردینم خبر کن، زعبیرم بگو بیا قبل افتار باید اینجا باشه. آخه برای چی آقا ملک منصور چی کار میخواه بکنیم اگه؟ میخوام حقشونو بزنم کف دستشون. پس رسایت چی میشه؟ من با اون پسر و مادرش حالا کار دارم، برید رد کارتون، جلدی تلفن کن برا. آقا ملک منصور اگه فراد آقا بفهمه من این چیزا به شما گفتم منو حتما نیست میکنه. غلط میکنه، من خودم قام قمارم، تو به من چیزه نگفته ای؟ گفته ای؟ من همه چیزو میدونستم، من از پشت ها پو نمیدم. آقا ملک منصور تو رو خدا، آقا ملک منصور تو رو خدا. بسیار کیس بمیرید دختر، وای مشغول ولی بسیار کیس بمیرید دختر، این دو دست خوبه مشغول من نکن. مردی که زد است به سیما آخر. سلام آقای مصیب. اومدی زن؟ بله فرموده بودیم بیام خدمتتون. مرحمت زیاد. زنده باشین. حقا که حلال زاده ای. خواهش بفرما. بله قابل شما رو نداره. بفرمی ناقابله. بفرمایی شما بفرمایی افاده نکن. نه بفرمایی خواهش میکنم. بس دارم پشت سرت پیش کن. چشم. روزه ای؟ اگه خدا قبول کنه. خاطر جمع روز مادرها قبوله است. میخوایی تعریفت کنم تو؟ والا بله خب بیا. برادر خواهرای جواهر اینجا بود. بله بله بشین. خیلی ممنون. ببخشید حاج آقا بهسا تشریف ندارن؟ هیچ کس اینجا نیست، من تنها. حاج بهسا با اون حال ناخوش صبح زود رفته. کجا؟ من دیروز خیلی نگرانشون شدم. دنگ انداختم براش، حلولیش کرده بودم. ویلا کسی حریف حج به ازداد ما نمیشه. نفهمید این کار کی بود؟ من دیشب گفتم کار تو هستم. من؟ استغفر الله. دیروز حاج آقا به ازداد قرار بود که بیان ملاقات پسر من. گفتی روزه ای؟ بله گفتم. راستشو بخواین من اومدم یه خورده با تون صحبت کنم. صحبت که نه، یه خورده درد دل کنم. من گوشت میدم، گوشت میشم، اما زودی پخته نمیشم. شما خیلی خوب میدونی من میخوام درباره چی حرف بزنم. نه نه، وقتی این همه رد و کارت هستن من نمیدونم تو چرا وسط میدونی. بعد اون وقت به من میگم با دست دیگر اون مار میگیرم. این رو به کفایت قبول نداری؟ جواهر چیزی به شما گفته؟ آشا توشا میکنی؟ این همه آدم رو واسطه کردی نکردی؟ این همه آدم دنبال کار من نیستن، اینا همشون دارن برای خودشون متر میکنن. و تو چرا یالشون انداختی؟ آقای مصیب قبول کنی، کسی که داره غرق میشه دست به هر تخت پاره میندازه. کسی داره غرق میشه؟ کی؟ من، پسرم.
آقای مسید، اگه یه مو از سر این بچه کم بشه من میمیرم. من این بچه رو با زحمت بزرگ کردم. من از زیر دست یه پدر عیاش یه فوتبالیست به جامعه تحویل دادم. یه عمر زحمتش رو کشیدم، هم براش پدر بودم هم براش مادر بودم. حالا یه اشتباهی کرده خودشم پشیمونه. من اومدم اینجا که به پاتون بیفتم. تو رو خدا ببخشینش، من کنیزیتون رو میکنم. تو رو خدا ببخشینش. شما چجوری راضی میشین؟ شما هم بچه‌تون رو با زحمت بزرگ کردین، چجوری راضی میشین که یه جوون جونش رو سر یه اشتباه بذاره؟ چندسال؟ چندسال؟ یکی. تو رو خدا آقای مسیب من از این سرگردونی نجات بدین. به خدا دیگه نمیتونم برم بچه‌مو ببینم تو زندان، واسه که هنوز براش کاری نکردم. حالا یه اشتباهی کرده، شما فکر کن که پسرت میشه؟ چی میشه؟ پسر من میشد که بشه؟ آره معلومه، از خداشه که پسر شما بشه. اصلا شما فکر کن که جایی مسعود مرحومت. به خدا انقدر بچه خوب و مهربونیه، حاضر تا آخر عمرش غلام شما باشه. تو رو خدا ببخشینش. من که از اول گفتم لب بر چی دیگه افاده کردی؟ گفتم خونه خودت، نیومدی رفتی. تو رو خدا یه خورده واضح تر حرف بزنین. من نمیدونم شما چی میگین. به خدا اینقدر از این حرفا شنیدم دیگه اصلا احساس میکنم گیج و خرب شدم. چی گفتین الان شما؟ اینا کارت های عروسی مسئوله. زن بده پسرت روزی ایده فکر. ببخشید آقای مسیب، من کیو باید زن بدم؟ پسر من مهرانه ها، یعنی مهران رو زن بدم به جای آقا مسعود؟ یه رو بعد عید فطر چله یه مسعود است. میخوایی پسرت خلاص شد از زندان و دار؟ اگر که میخوای زن من شو میشی؟ شما بشم؟ چه تو میشه؟ اونم از جوش میفته سرد میشه. آخه یعنی من زن شما بشم تا شما پسر منو ببخشی؟ این چه تاوانیه که من باید بدم؟ من میخوام به اوزا ثبت سامون بدم که خلاص شد، یا حلقه گلگردن خودشو ننش میندازم یا تنابه دارگردنش. سه روز بیشتر به وقت نمیدم، فکراتو بکن. حرف من دوتا نیمی شد. چی میگه؟ آخه تو چی میخوای از جون من؟ زنه به این جوونی و خوشگلی میخواده، تو منو میخوای چی کار؟ من مادر اون پسر رو میخوام. چی؟ اگه هستی جسی، نیستی چرا با میسی؟ برو به سلامه، سه روز وقت داری. از همین حالا خانم من اینجا برو، الان تو این خونه قرد و قیامت میشه. مگه چی شده؟ فرهاد آقا الان میاد خون به پا میکنه. چرا؟ تو به اون را نزن، او سای بازی توی زن. من؟ سرت به تن. سرمیشه تو.
من جوابی مثل تتون هم نمیخوری نفس دارم در نیا. منو میشزونیم خدا خونه دا میدیدم چه پشتی من زنم گفته مو با تو گفتیم برو آقا منو گول بزن چش برو میخوای منو چش آقام خواب کنی آره نه زنت نه فقط خودت فقط خودت من دروغ زن خونه ده میریزم پشتی آقام بیا این بر بیا این بر که خونه ده میریزم فرها دست روی دختر بلند کنی یه اساسته میریزم بیرون آقا قربونت برم چرا حرفا اینو باور بکنی خدمت بخر موزش یه لغت است این ورورت یه آدو دارد گولت بزنه من هیچ وقت به این نگفتم برای آقام رو گول بزن میخشم حرفا که این دختر میگه دروغه آره آقا این داره دروغ میگه به کی به کی قصبی داره دروغ میگه دروغه فرهاد آقا شما خود من تیر نکرد برای پختن آقا من بله من نگفتم براش نقشه کشیدین و گفتی دیگه پسر این زن مهریت جواهر گفتم نه من مهریه نمیخوام نه نمیخوام گفتی آقا تو گول بزن مهریت تو گفتی گفتم نه آقا ملک منصور که به من ولی نکرده خدا رو خوش نمیاد تازه میخواد من بسونه آره فره جادو میکشم خونه دمیره زن نصب نرم بلم کن من باید این آدمش کنم چی شده؟ مشغول اومدی؟ فرها داره دختر ما میکشد حج بزن تو رو خدا یک کاری بکن خبرت فرهاد حج بزن حج بزن تو رو خدا به دلم مردا قدیم تو دعوا پیرن در می آوردند و یقه پاره می کردن اون وقت تو کمر بیان کشیدی به روی دختر جلو دوتا بزرگتر کمر بند تو ببند شلوارت نیفته دنیا به کار می چرخه ده به حرف از کار می افته پهلوان وقتی می خواهی دهنه دوا کنی حرمت خویدنی گردا بزرگتری که باش ولی اول ببین چی تو شده بعد یه چیزی بگو خب و بعد از هم سوا کن تو وقتی ببینی که یه دختر عین بید دارت میلرزد با یه نفر عین شن با کمربند واسطه جلوش دلت میگه طرف کیو بگیری؟ زنی چموشا باید زد این موز ماری ماده موله یه حرف مفت کشی نمک به حروم رفتست برای آقام لیچارد بافتست عینی کلق جارک که من تیرش کردم آقاما حلولی گذک کنه فهمیدی؟ اون وقت باید بکشیش نه میخوام بزنمش تو غلط کرده کی این حق رو به تو داده؟ غلط میکنم دادا کاری نکن چشمو ببندم و دهنمو بکنم و یه چیزی میگم که چیزی هم مونده که نگفته؟ زیاد پس بگو حرمت دیگر میدارم نه بگو گالتو باز کن و هرچی که از گوش شنیدی از دهنت بده بیرون بگو میخوای بدونی؟ شما که قهرمان جهانی و پشتی گنده ترین قهرمان جهان رو به خاطر تو توشکی کشتی جلو زن جماعت میشی موش حالا میخوای خونی برو در و غربت خونواده را به پای یکی دیگه بریزی عزیزم دیگه پاتا توی نیاد نمیذاری آقا به خاک مادر داره دروغ میگه اسم مادر نیار مزمار برو جواهر بزام این زنه پس افتاد
زودتر باست داده برو دیگه. برو برو نه حجی، من امروی دعوا رو خلاص کردم، حرف آخر رو زدم، به شرط رضایت میدم، خلاص. آقای آش بسید، غروبم